هشدار جدی امرالله صالح و خیابانگردان. افزایش برداشت زعفران در افغانستان. رانندگی رئیس جمهور غنی با موتر ساخت وطن. دیدار غنی و عبدالله با هیئت مذاکره کننده طالبان. و در پایان آزمایش موفقیت آمیز واکسین روسی کرونا بر روی افراد مسن. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر از کانال سمارت پلاس خوش آمدید. تقاضا میکنیم تا پایان ویدیو با ما همراه بوده و این کانال را نیز سابسکرایب کنید. امرالله صالح، روز یادبود از شهادت قهرمان ملی، روز خیابانگردی نیست. امرالله صالح، معاون اول ریاست جمهوری، روز گذشته 11 استانبول در مراسم تقدیر از نیروهای امنیتی به منظور تامین امنیت مراسم عاشورا و لوی جرگه گفت که باید هیبت دولت برای آنان که مردم آزاری می کنند ثابت شود و اما جلو آن را به گونه جدی می گیریم. آقای صالح تاکید کرد که هیچ کس فراتر از قانون نیست. هیچ رویداد تاریخی مشروعیت به مردم آزاری نمی دهد. معاون اول رئیس جمهور گفت 18 سنبول روز شهادت احمد شاه مسعود است و مردم آزاران به هیچ قوم و جریان فکری تعلق ندارند. ما در کنار قوای امنیتی هستیم و مراسم 18 سنبول که از ارزش‌های ماست باید با عزت و وقار و شرافت تجلیل گردد، نه اینکه با فایل‌های هوایی و نفرت پراگنی باعث آزار و اذیت مردم شود. به گفته او 18 سنبول روز قانون شکنی، نمایش اسلحه و خیابانگردی نیست، بلکه روز شهید می باشد. در تمامی نواحی شهر کابل از طریق برنامه میثاق امنیتی و خاطر تامین امنیت مردم اقدامات انجام می شود و ارگان‌های مربوطه ریشه های حوادث امنیتی را تشخیص خواهند کرد. امرالله صالح گفت که برای بهبود وضعیت امنیتی اما هنگی کامل با بزرگان قومی، وکلای گذر، متنفذین به وجود آمده است. ما باید زمینه جذب دختران و زنان افغانستان را که تحصیلات دارند به صفوف پلیس فراهم نماییم و با این کار ساحه جان را محدود سازیم. این در حالی است که پیش از این شماری از هواداران شهید احمد شاه مسعود در سال روز شهادت با راه اندازی کاروانها در سطح شهر گشت و گذار کرده و اقدام به تیراندازی هوایی کردند که در بسیاری موارد سبب درگیری با نیروهای امنیتی نیز شده است. رانندگی رئیس جمهور غنی با موتر ساخت وطن. با گزارش اسپاتنیک، با نقل از دفتر رسانه‌ای ارگ، اشرف غنی رئیس جمهور کشور موتر تولیدی کشور را که توسط یک شرکت افغانی طراحی و تولید شده را رانندگی کرد. ارگ ریاست جمهوری افغانستان با انتشار اعلامیه نوشت این موتر توسط یک شرکت افغانی طراحی و تولید شده است. در این اعلامیه آمده است که این شرکت 10 نوع موتر مختلف را طراحی و تولید می کند و قطعات آن را از کشور چین وارد می نماید. ارگ ریاست جمهوری افغانستان اضافه کرده است که این موتر توانایی حمل 450 کیلوگرم وزن را دارد، با انرژی برق و بنزین حرکت می کند. دیدار غنی و عبدالله با هیئت مذاکره کننده طالبان. با نقل از 8 صبح، ارگ ریاست جمهوری روز چهارشنبه 12 سنبول با نشر اعلامیه گفته است که در این دیدار محمد اشرف غنی رئیس جمهوری، دکتر عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه و هیئت مذاکره کننده دولت حضور داشتند. رئیس جمهور غنی در این دیدار که پیش از چاشت امروز برگزار شد تصریح کرد که هیئت مذاکره کننده به عنوان تیم ملی حمایت قاطع دولت و مردم را با خود دارد. وی از پیشرفت در روند صلح که به گفته او با تلاش‌های حکومت به مراحل اساس آن رسیده،
ابراز خرسندی کرد. رئیس جمهور غنی افزوده است که هیئت مذاکره کننده به عنوان یک تیم واحد و منسجم به نمایندگی از مردم و حکومت افغانستان با طالبان مذاکره می کند. آقای غنی به اعضای هیئت مذاکره کننده گفته است که جمهوریت و تنوع نقاط قوت دولت است و مردم نیز می توانند قوتشان را در تنوع و وحدت و هماهنگی نهایت ببینند. همزمان با این رئیس جمهور خطاب به هیئت مذاکره کننده تصریح کرد که قانون اساسی به عنوان وثیقه ملی حدود را برای همه مشخص کرده است. آقای غنی علما، زنان و جوانان هر کدام وزنه سیاسیشان را در هیئت مذاکره کننده دارند و می توانند از اقشار مختلف نمایندگی کنند. و همچنین از عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه، برای این که لوی جرگه مشورتی صلح را به گونه موفقانه رهبری کرد سپاسگزاری کرد و گفت که قطعنامه این جرگه با توجه به ارزش سیاسی، تاریخی و ملیش نقشه راه و سطح صلاحیت هیئت را تعیین کرده است. آزمایش موفقیت آمیز واکسین روسی کرونا بر روی افراد مسن. مدیر مرکز اپیدمیولوژی و میکروبیولوژی روسیه گفت به 10 تا 15 نفر کارمندان مسن این مرکز که سن آنها بین 70 تا 80 سال است واکسین را ترزیق کردیم و خوشبختانه حال عمه آنها خوب است و بدون مشکل کارهای روزانه خود را انجام می دهند. من خودم هم از این واکسین استفاده کردم. پیش از این شرکت گامالیای روسیه بعد از آزمایش واکسین بر روی افراد 18 تا 60 سال اعلام کرده بود که ترزیق آن به افراد بالای 60 سال نیاز به زمان و انجام آزمایش های لازم دارد که در نهایت بعد از چند هفته این واکسین روی افراد مسن هم آزمایش شد و در نهایت جواب داده است. افغانستان امسال 24 تن زعفران برداشت خواهد کرد. به نقل از رسانه های کابل، اکرم رستمی سخنگوی این وزارت می گوید که امسال 10% ساحه کشت زعفران در کشور افزایش یافته و یافته های نخستین آنان نشان می دهد که حاصلات زعفران در سراسر کشور رو به افزایش است. زعفران گیاه صنعتی که یکی از اقلام مهم صادراتی کشور را در سالهای اخیر می سازد. رستمی افزود پیش بینی می شود که امسال میزان تولید زعفران در افغانستان به حدود 24 متریک تن می برسد. تشکر از توجهتان. تا درود دیگر، بدرود.